اما تجربه خیلی جالبی که من در دوره‌ای که مشاور مدیرعامل و مشاور منابع انسانی سازمان‌های مختلف بودم داشتم اینه که خیلی وقتا مدیرا یا حالا در واقع سرپرست تیم‌ها میان و شکایت میکنن از اینکه اعضای تیمشون یا پرسنلشون در واقع دائم با هم در تنشن، در تضادن، در درگیریان، رفتارهای سیاسی خیلی وجود داره و حاشیه کارشون اصطلاحا خیلی زیاده. خب اینجور وقتا عزیزان معمولا تصورشون برای اینه که من به عنوان مدیر هیچ نقشی در بروز این تعارضات ندارم و هر اون اتفاقی که افتاده حاصل رفتار بچه های گروه من بوده، بچه های تیم من بوده و پرسنل من هستند که اشکالی در رفتارشون وجود داره. اما نکته‌ای که دوست دارم امروز بهش مقدار بیشتر توجه کنیم اینه که مدیران عزیز ما و حالا رهبران تیم های ما یک مقدار باید به این قضیه که خودشون دامن میزنن به بروز این تعارضات در سازمان. مدیران عزیز، گاهی ما سیستم رو جوری دیزاین میکنیم، سیستم رو جوری طراحی میکنیم که محصول طبیعی اون طراحی شما چیزی جز حاشیه و بروز تعارض نیست. یعنی اگر در واقع درگیری و چالش اتفاق نیفته بین این بچه ها عجیبه و به نظر من یه اتفاق در واقع سورپرایز کننده ای افتاده، وگرنه که به نظرم خیلی وقتا ما وقتی منافع متضاد در سازمان تعریف میکنیم، نقش های افراد رو به خوبی معین نمی کنیم، مسئولیت آدم ها هم پوشانی داره با هم دیگه، آدم ها احساس نابرابری میکنن و فکر میکنن که عدالت برقرار نیست. درسته بخشش ممکنه در واقع بخشی از این معضل بر گردن پرسنل و افراد تیم شما باشه، اما میخوام امروز یه مقدار به این فکر کنیم که آیا ما هم اثری و در واقع نقشی در بروز این چالش داشتیم یا نه. خب من یه اعتقادی دارم در بحث در واقع شکل گیری تعارضات در سازمان ها و اون اینه که به عقیده من، طبق تجربه من و بسیاری از منابع هم این صحبت رو تایید می کنند که سیستم بر فرد مقدمه. سیستم بر فرد مقدمه. یعنی اگر من یک فرد مناسب رو در یک سیستم نامناسب قرار بدم که بستر بروز تعارض، رفتارهای سیاسی و حواشی درش زیاده، اون آدم مناسب هم که اهل این صحبت ها نبوده، بعد 6 ماه که بریم سراغش میبینیم اون هم به اون جریان پیوسته و توی یکی از این تیم ها، توی یکی از این جهتگیری ها حضور داره. اما در نقطه مقابل اگر شما سیستم خوبی طراحی کرده باشید و سازمان به درستی در جای خودش قرار گرفته باشه، هر یک از عناصرش، حتی اگر یک فردی که مستعد درگیریه، مستعد تعارضه، مستعد ایجاد اشکال در کار رو هم استخدام بکنید و به عنوان یکی از مخرج‌ها در سازمان قرار بدید، میبینید که خیلی مجال بروز اون رفتارها رو نداره و کم کم متوجه میشه که خودش رو باید به فضای کار جدید وقف بده. بنابراین اینجا میخواییم به نقش مدیران بپردازیم و میخوام 3 تا از بزرگترین در واقع اشتباهاتی که مدیران انجام میدن، 3 تا از بزرگترین رفتارهایی که دائم داره تکرار میشه تو سازمان ها و من فکر میکنم شما به عنوان مدیر یا به عنوان در واقع پرسنل سازمان ها یا این رفتار رو ممکنه انجام داده باشید یا ممکنه در معرضش قرار گرفته باشید. اینها خیلی رایجه و من فکر میکنم خیلی بعیده که کسی در طول دوران کاریش اگر بیشتر از 3-4 سال باشه ندیده باشه چنین چیزهایی رو. نه فقط در ایران، در سراسر جهان این اتفاق میفته، ولی کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بهش آگاه بشیم. خیلی وقتا ما داریم این کارا رو انجام میدیم بدون اینکه بدونیم داریم این کارا رو انجام میدیم و فکر میکنیم خب این کاری که من دارم انجام میدم طبیعیه، یه چیز روتینه، همه دارن این کارو میکنن، در حالی که وقتی مطالعه میکنیم و آگاه میشیم که نه، این سیستمی که تو داری میری جلو یکی از انواع کارهایی که میشه انجام داد و از قرار این گزینه که شما انتخاب کردی خیلی گزینه خوبی نیست. خب یکی از کارهایی که مدیران ما خیلی زیاد انجام میدن و من فکر میکنم تقریبا خیلی کم دیدم مدیری که از این موضوع به دور باشه، بحثیه که اصطلاحا بهش میگیم مایکرو منیجمنت.
مدیریت ذره‌بینی، مدیریت ذره‌ای، یا به اصطلاح خیلی ساده بخوام بگم دخالت کردن. زمانی که من به عنوان مدیر به شما که مثلا معاون فروش من هستی یا به حتی منشی خودم میسپرم که یک فایلی رو به من تحویل بده و بعد روال درست اینه که شما میدونید که فرد مناسبی رو استخدام کردید، از گذشته این رو حواسمون بوده و میدونید که تسکی که بهش دادید هم تسک درستیه و متناسب با فعالیت‌ها و مسئولیت و توانمندی‌های اون آدمه، اینها ببین بعد ست شده باشه درست در سیستم. اگر اینها اشکال داره با دخالت کردن و ریزبینی و مایکرو منیج کردن نمیشه حلش کرد. شاید مقطعی بشه حلش کرد اما در طولانی مدت نمیشه حلش کرد. خب من این فایل رو میسپارم به منشیم که برای من حاضر بکنه. حالا فرض کنید که سپردم بهش، رفتم تو اتاق خودم، یه 5 دقیقه میگذره میرم سراغش. چیکار کردی ببینم فاصله ها چجوریه؟ شما اینا رو بولد کن. به نظرم اینایی که در واقع تو تیتر رو بولد کن، بذار در واقع به نظرم 18 بذار، 14 کوچیکه. شروع میکنیم رو هر مرحله کامنت گذاشتن، در هر قسمت در واقع دخالت کردن تو موضوعاتی که نباید در دامنه نگاه یک مدیر باشه. از مهمترین مهارت‌های مدیران ما اینه که نگاهشون در زوم مناسبی تنظیم باشه. یه لحظه گوگل مپ رو تو ذهنتون تصور کنید. اگر بیش از اندازه زوم این بکنی یه مقدار جزئیات ریزی رو میبینی اما تصویر کلان رو از دست میدی، و اگر خیلی زوم اوت کنی درسته تصویر کلان رو میبینی ولی اتفاقی که داره در جزئیات میفته رو از دست میدی. هنر یک مدیر اینه که در زوم مناسبی تنظیم باشه. اگر زوم لنز شما مدیر عزیز، شما سرپرست عزیز، شما رهبر تیم عزیز در زوم مناسبی تنظیم نباشه، اتفاقی که میفته اینه که سازمان رو مستعد به این میکنید که تعارض رخ بده، درگیری رخ بده، رفتارهای سیاسی رخ بده. هنر یک مدیر اینه که بدونه چه چیزهایی رو نباید ببینه، چه جزئیاتی رو نباید ببینه. آیا لازمه من در تمام درگیری‌ها و چالش‌هایی که در سازمانم به وجود میاد ورود کنم؟ یا بسیاری از اینها اصلا خارج از موضوع منه، خارج از دامنه دید منه و باید بذارم به طور طبیعی حل بشه. تشخیص اینکه کدوم ها رو من باید ورود بکنم و به کدوم ها نباید ورود بکنم یه بحث خیلی مهمه. من تجربه همکاری با سازمانی رو داشتم که مدیرعامل بخش زیادی از زمانش در روز صرف این می شده که ببینه در پست اینستاگرام شرکتش در واقع کپشنی که نوشتن چه جزئیاتی داره و چی تک شده، چی منشن شده و به اینها اهمیت می داده، در حالی که مدیرعامل یک سازمانه فکر میکنم بالای 500 نفر بود. و من سوالم اینه آیا در اون سازمان کس دیگری نیست که شما باید به این قضیه بپردازید؟ اگر هست و شما دارین میپردازین، خب دارین مایکرو منیج میکنید. اگر نیست شما در استخدام و چیدمان دارید اشتباه میکنید. این دوتا رو باید حل بکنیم، نه اینکه دائم وارد جزئیات بشیم و فکر کنیم خب من حواسم به همه جزئیات هست و این از من مدیر خیلی خوبی میسازه. اما بحث دیگه ای که خیلی زیاد در رفتارهای مدیران ما دیده میشه و من فکر میکنم یه مقدار شاید پراکندگی و فروانیش طبق تجربه من از اون قبلی کمتر باشه ولی اینم کم نیست، بحثیه که من اسمشو میذارم سیاست بازی های رایج در سازمان. بذارین مثال بزنم از دوران مدرسه‌مون، همین رو تعمیمش میدیم به سازمان. چقدر حس این رو داشتید یا این تجربه رو در دوران مدرسه یا دانشگاه یا حتی در ارتباط والدینتون داشتید که شما رو نشونده و جوری با شما رفتار کرده، جوری با شما درد و دل کرده، جوری به شما فیدبک داده که حس کردی تو رو از همه اون گروه بیشتر دوست داره، تو شاگرد محبوبشی، تو فرزند محبوبشی، تو پرسنل محبوبشی، تو معاون محبوبشی، شما واحد محبوب اون مدیر در سازمان هستید و آقای مدیرعامل یا خانم مدیرعامل واحد ما رو بیشتر براش اهمیت قائله، فروش رو از مثلا تولید بیشتر دوست داره یا تولید رو از آرندی بیشتر دوست داره. خیلی پیش میاد که مدیران ما زمانی که میخوان در واقع یه مقدار پرسنلشون رو بهشون احساس دیده شدن بدن و صمیمیت ایجاد بکنن، من با این قسمت دیده شدن مشکل ندارم،
اتفاقا دائم هم توصیه‌ام همیشه این بوده که آدم‌ها رو ببریم به سمت اینکه حس کنن دارن دیده میشن. این یکی از مهمترین انگیزاننده هاست. اما ابزار این کار هم مهمه. این که من بخوام به تو حس دیده شدن بدم ولی این به قیمت به هم زدن سیستم و نظام سازمان من تموم بشه، این شیوه خوبی نیست. کاری که مدیران ما میکنن خیلی وقتها اینه که این حس رو در تک تک نفرات یا بعضی از واحدها حتی ایجاد میکنن که شما عزیزترید و شما مهمترید. البته توی جلسه عمومی این کار رو نمیکنن دیگه، وقتی با اون فرد یا با اون واحد در واقع جلسه دارن این کار رو انجام میدن. خب به نظر میاد که این در وهله اول اشکالی نداره، اون آدم خوشحال میشن از اینکه دارن دیده میشن، از اینکه بهشون علاقه نشون داده شده و خب ایتس اوکی. اما اتفاقی که میفته اینه که وقتی من به شما به عنوان مدیر برندم این علاقه مندی و این در واقع توجه یه مقدار ویژه رو نشون میدم و اون این حس رو میگیره که فقط من این توجه ویژه رو به اون دارم نه به کسی دیگه، وقتی که این مدیر برند من با مدیر بازاریابی دچار تعارض بشه و این تعارض رو بیارم پیش شما، خب حالا اون مدیر برنده توقع داره که شما طرف اون رو بگیری. ببین توقع ایجاد میکنی با این کار. و اگر این کار رو با مدیر بازاریابی هم کرده باشی که احتمالا کردی، اون آدم هم انتظار داره طرف اون رو بگیری. و ما با این سیاست بازیه و با ایجاد این فضایی که حس آدم ها حس کنن که از بقیه به دوست داشتنی ترن، ارزشمند ترن، ما یه نگاه ویژه تری رو اون آدم داریم، باعث میشیم که در طولانی مدت فضای بروز و تعارض در سازمان ما خیلی بیشتر بشه. رفتار سومی که خیلی اتفاق میفته و به نظرم اینم از اون هوشمندی های مهم یک مدیره که بدونه در زمانهای مختلف کدومی که از این کارها رو باید انجام بده، موضوع در واقع قضاوت کردن یا قضاوت نکردن بین پرسنله. دوباره میخوام یه در واقع گریزی بزنم به دوران کودکیمون. اگر که خاطرتون باشه زمانی که با خواهرتون یا برادرتون در واقع بحثتون میشد و اصطلاح خودمون به تعارضی میرسیدید و این تعارض میبردید پیش پدر و مادرتون، یه موقعهایی پدر و مادر خیلی مستقیم و دایرکت میگفتن که خب مشخصه دیگه، حق با توه یا حق با خواهرته و اون یکی مثلا باید کوتاه بیاد، اون یکی داره اشتباه میکنه. و خیلی وقتها نمیگفتن اینو بهمون و با یه سری سوال پرسیدن، با در واقع یه سری نصیحت کردن یا گفتگو سعی میکردن که خودمون به این نتیجه برسیم که باید این تعارض رو چطور حل بکنیم. به طور مشابه در سازمان هم همین بحث وجود داره. آیا من به عنوان مدیر اولا در مرحله قبل اینو تشخیص دادم که اصلا باید ورود بکنم به این قضیه یا نه؟ اون بحث مایکرو منیجمنت که گفتیم، اول این تشخیص رو دادم که اینجا زمان ورود من هست یا خیر. خب حالا فرض بگیریم که زمان ورود من، آیا ورود من باید از جنس زدن حرف آخر باشه یا از جنس فراهم کردن فضای گفتگو و سوق دادن دو طرف یا چند طرف تعارض و مسئله به سمت اینکه خودشون راه حل رو پیدا بکنن؟ اگر این دوتا موقعیت رو در واقع جا به جا بگیریم و جا به جا استفاده بکنیم، واقعا نه تنها تعارض حل نمیشه بلکه سطح محبوبیت و در واقع رهبری و پذیرفته شدگی شما در سازمان هم در طول زمان به تدریج کاهش پیدا میکنه. و به نظرم این هم یکی از اون هوشمندی خیلی مهم و یکی از اون در واقع نقاط عطفیه که مدیران توانا و قدرتمند رو، یا بگیم رهبران توانا و قدرتمند رو، از مدیرانی که در واقع مدیریت رو صرفا یک سری فرآیندهای اجرایی میدونن جدا میکنه و اونها رو متمایز میکنه.